بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما وقت بخیر خوش اومدین به سنترال افغانستان توجه شما را جلب می‌کنم به مهمترین خبرهای امروز 16 مارس 2024 میلادی برابر با 26 هدی سال 1402 هجری شمسی تمدید مأموریت سازمان ملل متحد برای یک سال دیگر در افغانستان و همچنین تلفات سنگین طالبان در پای حملات جبهه مقاومت در یک هفته اخیر غرق شدن کشته مهاجران در آبهای ترکیه و یونان و ایران میخواد که کودکان کارگر مهاجر را اخراج کند چند خبر دیگر هم داریم اگر از در چه فیسبوک بینید هستین به اشتراک بمونین اگر در یوتیوب تا حال سنترال رو دنبال نکردین لطفاً سابسکرایب کنید خبرها را ما از داشت از سالیاد شهید وحدت ملی در کشورهای مختلف آغاز میکنیم از بستان همین سال روز شهادت شهید وحدت ملی افغانستان استاد مزاری بزرگ در کشورها و شهرهای مختلف جهان از جمله در استرالیای جنوبی و هامبورگ آلمان گرامی داشت و عمل آمد. سخنرانان پیرامون شخصیت و کارنامه آن مرد بزرگ صحبت کرده و بر انسجام و تلاشهای همه جانبه برای بیرون رفت از بحران فعلی تاکید کردند. قابل ذکر است که در سالهای اخیر بحث های چون حقوق زنان، فدرالیزم، وحدت ملی و عدالت اجتماعی که هم سوی رهبر شهید فریاد میشد. بیشتر در سال یادهایش مورد توجه مردم افغانستان به پیروان شمع عدالت قرار گرفته است زیرا شهروندان کشور با این باور است که طرحهای شهید وحدت ملی افغانستان میتواند ما را به ساحل نجات برساند شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت هیئت معاونت این سازمان در کابل یا یونما را تمدید کرد در جلسه که ناوقت جمعه شب برگزار شده بود اکثرت اعضای این شورا مأموریت یونما را تا ابدهم مارچ 2025 میلادی تمدید کردند گروه تروریست طالبان با استقبال از تمدید مأموریت یونما از این نهاد المللی خواست است که برای این گروه لابگری کند زبیح الله مجاهد سخنگوی عمومی این گروه از تمدید مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان استقبال کرد آقای مجاهد روز شنبه 26 در یک نوار صوتی که از طریق تلویزیون ملی تحت کنترل گروه طالبان منتشر شد گفته است که یونما باید کمک کند تا کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز به این گروه داده شود سخنگوی طالبان با بیان اینکه طالبان به ارتباط کشورها و سازمان ملل متحد نیاز دارد از یونما خواست است که افغانستان را به دنیا وصل کند جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده است که در یک هفته اخیر بر اثر ده حمله بر مواضع طالبان در ولایت‌های مختلف 35 عضو طالبان کشته و زخمی شده است این حملات در ولایت‌های چون کابل، پروان، تخار و هرات انجام شده است جبهه مقاومت میگوید که بر اثر این حملات ضربه سنگینی بر طالبان وارد کرده بدون که تلفات بر نیروهایش وارد شود طالبان اما تا به حال در این مورد اظهار نظر نکرده است و ما جزئیات بیشتر را در مورد این حملات این که چه وقت در کدام ساحات انجام شده است را در گزارش قبلی منتشر کردیم نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در جنوب اعلام کرد که چهل کشور جهان از بیانیه تهیه شده توسط دفتر او درباره پشتبانی از زنان افغانستان حمایت کردن. در این بیانیه با اشاره به وضعیت زنان در افغانستان به ضرورت پاسخگوی کامل طالبان تاکید شده است بطور عمده نمایندگان کشورهای غربی از امضا کنندگان نامه هستند در فهرست امضا کنندگان کشورهای چون آلبانیا، استرالیا، بلژیک، بلغارستان، شیلی، اتریش، کلمبیا، کاستاریکا، چک، کرواسی، دانمارک، فینلند، فرانسه، آلمان، یونان، اسلند، استونیا، لیتوانیا، ایرلند، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، مونتنگرو، هالند، نیوزلند، لهستان، پرتغال، رومانیا، اسلونی، اسپانیا، سویدن، سوئیس، ایتالیا و مجارستان دیده می شود. در جمع امضا از جمع کشورهای همسایه افغانستان تنها نام تاجکستان دیده می شود. در این بیانیه آمده است که زنان و دختران افغانستان باید بتوانند به طور کامل برابر و معنادار در تمام عرصه های زندگی و عمومی مشارکت داشته باشند. گارد ساحلی ترکیه در بیانیه اعلام کرده است که جسد 22 پناهجو از جمله هفت کودک را پیدا کرده که بر اثر غرق شدن یک قایق بادی در سواحل شمال غرب این کشور جان خود را از دست داده است. دیروز رسانه های ترکیه گزارش کرده بودند که یک کشتی حامل پناهجویان در مسیر اروپا در آبهای بین یونان و ترکیه غرق شده است که در نتیجه آن شمار زیادی کشته و ناپدید هستند. تا به حال هویت افرادی که در این کشته سوار بودند به صورت دقیق مشخص نشده است اما افغانستانی ها همواره جزء کسانی بوده است که به صورت قاچاق از ترکیه خودشان را تلاش میکردند به اروپا برسانند و بسیاری هایشان در مسیر را جانهای خود را از دست داده است خبرگزار ناتولی گزارش کرده است که این قایق دیروز جمعه 25 جمعه هود در سواحل چناق قلعه ترکیه غرق شده است. به نقل از رسانه‌های ترکی، فرماندار ولایت چنا گزارش کرده است که اطلاعات موثق درباره تعداد سرنشینان این قایق وجود ندارد اما تلاش ها برای دستیابی و اطلاعات دقیقتر از طریق گفتگوها با نجات یافتگان ادامه دارد این موضوع پس از آن به اطلاعی گارد ساحلی ترکیه رسید که دو نفر از کسانی که در این کشتی بودند توانسته بودند با شنا خودشان را به ساحل برسانند تا به حال حداقل گزارش شده است که چهار نفر از سرنشینان این قایق نجات پیدا کردند جان باختن چهار زن در پی رویدادهای جداگانه در ولایت‌های فاریاب و بادغیس و قتل چهار مرد در دو رویداد جداگانه در ولایت ننگرهار فرمانده پلیس طالبان در فاریاب از جان دو زن بر اثر گاز و قتل یک زن توسط برادرش در این ولایت خبر داده است این رویدادها در های قیصار و المار ولایت فاریاب رخ داده است برابه محلی از ولایت بادغیس نیز ادعا کرده است که یک زن حامله در ولسوالی در رای بوم این ولایت به گناه مرموز و قتل رسیده است در پی درویداد جداگانه دیگر چهار تن در ولسوالی های سررود و در رای نور ولایت نینگرهار به قتل رسیده است رویداد اولی ساعت 11 قبل از ظهر امروز 26 همه هود در روستای چمتلی ولسوالی سرارود ولایت نینگرهار رخ داده و دو جوان به های کامران و منصور که با هم پسر مامو هم هستن با یک فرد دیگر تنش لفظی پیدا میکنه و فرد مقابل با آنها با چاقو حمله کرده که در نتیجه منصور زخمی و کامران به قدر رسیده است در رویداد دومی که شام دیروز جمعه 25 هود در روستای عملی بلسوالی در رای نور ولایت نینگرهار رخ داده است هم البته بسر مشکلات و چالش های و خصومت های شخصی بین دو خانواده سه نفر کشته شده و دو نفر دیگر زخم برداشته است طالبان تمام این رویدادها را با نشر اعلامه های تایید کردند لند توماس گرینفیلد نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار اجرای شدن قطعنامه شورای امنیت این سازمان در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان شد گرینفیلد این را در نشست جمعه شب 25 حود شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده است و تاکید کرد که مردم افغانستان مستحق دیدن صلح امنیت و ثبات و همچنان برخورداری از حقوق بشر و آزادی های از اساسی هستند اجازه دهید که برای ایجاد یک واقعیت به همکاری با هم ادامه دهیم گفتنی است که سازمان ملل متحد در ماه دسامبر سال گذشته قطع را تصویب کرد که خواستار تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان است طالبان با تعیین نماینده ویژه برای افغانستان مخالفت کرده و گفتن که تعیین یک نماینده ویژه اضافی ضروری نیست مخالفان طالبان ما بر شدن این طرح تاکید دارند رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران اعلام کرده است که کودکان کار اتباع و مهاجران غیر مجاز و به با کشورهایشان بازگردانده می شوند. این مقام ایرانی بدون اشاره به تعداد این کودکان گفته است که فرزندان مهاجران غیر مجاز به ابزار برای استثمار تبدیل شده است. عبدالله مبینی به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران یا ایرنا گفته است که کودکان کار در حوزه مهاجران از مهمترین مسائل دولت است او گفت که بیشتر کودکان کار ادباه مهاجر غیر قانونی هستند. از توجه به با سنترال افغانستان جهان سپاس لطفا اگر از در چه فیسبوک بنید هستین و اشتراک بمانین و در یوتیوب تاکید میکنم اگر سنترال رو دنبال نکردین سابسکرایب کنید